به نام خدا، آغاز میکنیم آموزش نرم افزار SPSS رو. در این آموزش قصد داریم به تحلیل داده ها و بررسی داده ها با نرم افزار SPSS ورژن 25 بپردازیم. امیدوارم که از این آموزش بهره لازم رو ببرید. نصب نرم افزار چیز خاصی نداره، بنابراین من از اون گذشتم و نرم افزار رو باز کردم. در وهله اول با این پنجره مواجه خواهیم شد. توی این پنجره ملاحظه میکنیم که چند قسمت مختلف داره. توی قسمت New Files هست که ما میتونیم یک دیتاست جدید یا یک دیتابیس جدید رو ایجاد بکنیم. توی قسمت پایانی Recent Files هست که داده هایی که اخیراً باز کردیم رو نشون به ما میده. میتونیم از این قسمت Open Another Files هم استفاده کنیم و یک فایلی که توی سیستم اون هست رو باز بکنیم. با کلیک روی هر کدوم از اینها میتونیم فایل ها رو باز بکنیم و استفاده بکنیم. توی این قسمت What's New هست که موارد جدیدی که در این ورژن اضافه شده رو مشخص میکنه. توی ورژن 25 موارد خوبی اضافه شده، مخصوصا در قسمت گرافیکی، تو قسمت بیزیان و حالا موارد دیگه که حالا تو زمان خودش به اونها خواهیم پرداخت. قسمت لایسنس هست، قسمت هلپ نرم افزار هست که هلپ بسیار خوبی داره SPSS و میتونیم از اون استفاده بکنیم. تو این قسمت غیر از ریسنت فایلز سمپل فایلز هست که فایل های مثال و نمونه هست که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم، که مال خود نرم افزار هست و با نصب نرم افزار این فایل ها اضافه میشه. فایل های دیتا هست، فایل های سینتکس هست که اینجا میتونیم انتخابشون بکنیم، فایل های داده ها رو، فایل سینتکس رو و فایل اوتپوت رو، که حالا تفاوت اینا رو خدمتتون خواهم گفت. برای یک شروعی که فایل نمونه رو باز میکنیم، از فایل دمو استفاده میکنم. پس از باز شدن فایل میبینیم که یک سری مواردی به اضافه شده به کار ما و میتونیم از اون استفاده بکنیم. این پنجره کار به SPSS هست که دو تب داره، یکی دیتا ویو هست که میتونیم داده ها رو ببینیم. قسمت بالا میتونیم اسم متغیرها و حتی نوع اونها هم ملاحظه بکنیم. تو قسمت بالا از یه سری ابزارها میتونیم یک فایل رو باز بکنیم، پرینت بگیریم. میتونیم آخرین کارهایی که انجام روی داده ها رو تکرار بکنیم، به کار قبلی برگردیم یا به کار جدید برگردیم، به یک مورد خاصی بریم، به یک متغیر خاصی بریم، متغیرها رو ملاحظه بکنیم، آمارهای توصیفی متغیرها رو ملاحظه بکنیم، دنبال چیز خاصی بگردیم، فایل رو اسپلیت بکنیم، کیس خاصی رو یا موارد خاصی رو انتخاب بکنیم، میتونیم ولیو رو ملاحظه بکنیم، ولیوی هر متغیری که تعریف شده، ولیو اونها رو به جای کد اونها ملاحظه بکنیم. میتونیم از یک مجموعه متغیرها خاصی استفاده بکنیم. و حالا این قسمت کاستوم تولبارز هست که میتونیم موارد رو اضافه یا کم بکنیم. قسمت بالا هم فایل ادیت ویو شبیه خیلی نرم افزار دیگه هست که ما میتونیم اونا رو ببینیم. ببینید به صورت کاملا مشخص هست، نیو فایلز و ایمپورت فقط موارد دیگه که حالا استفاده خواهیم کرد. قسمت ادیت، قسمت ویو، دیتا، ترانسفورم، آنالایز که قسمت اصلی نرم افزار هست، قسمت نمودارها، یوتیلیتی ها و موارد دیگه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، توی تب دیتا ویو ما دیتا ها رو ملاحظه میکنیم. میبینیم هر چیز به صورت عددی هست، البته میتونه به صورت رشته و استرینگ هم باشه. مثلا سن رو میبینیم که یک متغیر فاصله ای هست، 55 سال، 56 سال و موارد مختلف که یک دیتا ست بزرگ هست. ملاحظه میکنیم حدود 6400 دیتا ما داریم. سطرها و مواردمون هستن و ستون ها متغیر هامون. بعضی متغیر ها مثل نوع ماشین و نوع مثلا شغل، اینا رو میتونیم ببینیم که به صورت کد گذاری شده هست و مسلماً در قسمت وریبل ویو یک یعنی هر کد یک معنی خاصی رو میده. تو قسمت وریبل ویو وارد میشیم، متغیر ها رو ملاحظه میکنیم. مثلا سن یک متغیر عددی هست، عرض اون رو ببینیم که تا 4 رقم میتونه نشون بده و عدد اشاری نداره. لیبل رو میبینیم، لیبل برای مواردی استفاده میشه که
یک توضیحی در مورد اون متغیر ما میخوایم بدونیم. مثلا ایج رو ایج years هست که مثلا تو قسمت نیم ما نمیتونیم فاصله اضافه بکنیم یا از خیلی از علامت ها نمیتونیم استفاده بکنیم و یک محدودیت هایی داره که تو لیبل نداره و توضیح متغیرها رو ما میتونیم تو لیبل اضافه بکنیم تا بدونیم با چه متغیری مواجه هست. تو قسمت values همونجوری که خدمت رو عرض کردم قسمت کدگذاری هست که ما مثلا برای داده های دسته‌ای ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. مثلا برای جنسیت میتونیم جنسیت رو به صورت 1 و 2 وارد بکنیم. مثلا تو این قسمت تو این دیتا ست هم جنسیت رو میبینیم ولی خب به صورت F و M وارد کرده. اگه من تو این قسمت کلیک بکنم مشخص میکنه F به معنی فیمیل و M به معنی میل هست. این تو قسمت دیتا ست F و M وارد شده ولی ما تو خروجی میتونیم فیمیل و میل ببینیم که کار ما رو خیلی ساده تر میکنه. تو قسمت میسینگ ما میتونیم میسینگ معرفی بکنیم. شاید نوع داده گم شدهمون متفاوت باشه، یه جایی با بی پاسخی مواجه باشیم، یه جایی بر عدم وجود، یعنی مثلا ما ممکنه که این مورد رو ما اصلا نداشته باشیم. فقط همین نوع میسینگ ها گاهی وقتا متفاوت هست و میتونیم از اون استفاده بکنیم. مثل هم قسمت ولیو میتونیم معرفی بکنیم. قسمت دیسکریت هست، میتونیم کد هایی که در نظر داریم رو به عنوان میسینگ وارد کنیم. مثلا اگر من 99 وارد کردم تو قسمت دیتا ویو اگه 99 وارد بشه به عنوان میسینگ در نظر میگیره و تو محاسبات حساب نمیره. حالا ما این رو قسمتش فعلا کاری نداریم. قسمت کالومز هست که توی همین ویرایش صفحه هست و کاری به تحلیل داده ها نداره. عرض ستون ها رو معمولا به صورت پیش فرض و دیفالت 8 در نظر میگیره. لاین هست که مثلا داده هم راست چین باشه، چپ چین باشه، وسط چین باشه. نوع میجرمون هست که اسکیل باشه، فاصله باشه، اوردینال یا رتبه ای باشه، اینجا نگاه کنید نومینال باشه، مثلا مختص اسمی باشه. معمولا به همین سه تا صورت بیشتر نیست. قسمت رول هست که میدونیم دیتا همون اینپوت هست، حالا حد تارگت هست، حالا تو موارد خاصی استفاده میشه، مخصوصا تو بحث کلاسفیکیشن و کلاسترینگ. خیلی خوب با داده ها آشنا شدیم. برمیگردیم به قسمت دیتا ویو تا بعضی از متغیرهایی که به صورت ولیو اینجا معرفی شدن و کد گذاری شدن رو ملاحظه کنیم به چه صورتی هست. مثلا تو قسمت جنسیت اگه نگاه بکنیم نومینال هست، نوع متغیر به این صورت نمایش داده شده، یعنی اسمی هست و عددی نیست. اگه نگاه بکنیم به صورت F و M وارد شده. یک گزینه هست اینجا که الان عرض کردم خدمتتون value labels هست که من گزینه رو بزنم ببینیم که اون value هایی که معرفی شده رو اینجا ما نشون میده. مثلا اینجا اگه f وارد شده به صورت female نشون میده، اگه m وارد شده به صورت male نشون میده. اینجا هم حالت به صورت منوش هم به صورت کشویی میشه و میتونیم اینها رو تغییر بدیم یا یک دیتا جدیدی رو اضافه بکنیم.